اگه پیامبران الهی میخواستن مثل شما اینجوری مردم رو درست بکنن که تا حالا همه چی درست شده بود، من فکر کنیم بلد نبودن. نمیشه که من و شما رو برای امتحان آفریده باشن، بعد شما برنامه ریزی و نظام تربیتی رو میخوای طراحی کنی بدون در نظر گرفتن مقوله امتحان نظام تربیتی تنظیم کنی. نمیشه، امکان نداره. چرا خداوند متعال به پیامبر گرامی اسلام فرمود لست علیهم به مسیطر؟ تو برای اینها سیطره نداری. پیامبر میخواست سیطره داشته باشه که چیکار بکنه؟ نعوذ بالله، زبانم لال، بخواد سیطره داشته باشه که ظلم بکنه به مردم؟ خب میخواست سیطره پیدا کنه که چیکار کنه؟ هدایت کنه دیگه مردم دیگه. دوباره یه جای دیگه قرآن فرمود انک لا تهدی من احببت، تو نمیتونی کسی رو که دوست داری هدایت، هر کسی رو که دوست داری هدایت بکنی. خب پس من چیکار کنم؟ بذار همه از دستگاه امتحان عبور کنن. یا الله، همه باید از دستگاه امتحان عبور، همه باید از دستگاه امتحان عبور کنن. چه کسی اجازه داره چقدر دخالت کنه تو زندگی دیگران؟ چقدر دخالت کنه؟ و جامعه چجوری باید نفس بکشه، چجوری باید حرکت کنه، چجوری باید بره جلو؟ میفرماد آقا اگه کسی تو مخفیانه گناه کرد تو دیدی، نباید لو بدی. به تو چه ربطی داره؟ خدایا مگه شما نمیخوا آدم ها درست بشن؟ به حساب برم روش بدن دو آدم بشه فلان فلان شده. آقا من میخوام آدم ها درست بشن، ولی با عبور از دستگاه امتحان. تو میخوای امکان امتحان گرفتن رو با لو دادن او چیکار کنی؟ منتفی کنی؟ من اصلا نوع فرامینم یه جوریه که امکان امتحان رو باقی میگذاره. اینو بفهم آقا، دستورات الهی اساساً به گونه ای هستن که امکان امتحان رو باقی بگذارن. محمد غیبت نکن. اتفاقاً خدایا غیبت خیلی هم خوبه، ببخشید ها، درسته شما بنزه 40 تا گناه کبیر چوب میزنی آدم های کسی غیبت بکنه، درسته اشد من هر عمل زشت دیگریست، تو هم غیبت خیلی خوبی هم هست. جمع کنیم این آدم های فلان فلان شده ای که پنهانی گناه میکنن، حالا ما فهمیدیم لو بدیم، پاک بشه جامعه. ببین این فقط میدونه چه جنایتی داره میکنه دیگه، فقط داره دستگاه امتحان رو خراب میکنه. ولی بقیهش درست میگه. آقا شما با ممنوع کردن غیبت فرصت گناه دارید میدهید به دیگران. بله ما داریم این فرصت رو میدهیم. شما امری داشتین؟ ما داریم این فرصت رو میدهیم. از اساس میخوای همه چی رو خراب کنی؟ به نتیجه ما کار داریم؟ نه، ما به نتیجه کار نداریم، ما به فرایند کار داریم. ما به فرایند کار داریم. اگه میخواستیم همه بیان تسبیح گو بشن مستقیم فرشته داشتیم. نه من حتما باید این نماز خون بشه. آقا نه من حتما باید این نماز خون بشه، اولا تو خدا نیستی، ایشون هم فرشته نیست. این رابطه‌ای که تو الان داری ترسیم میکنی رابطه بین خدا و فرشته هاست. آقا دستورات الهی اساساً به گونه ای هستن که امکان امتحان رو باقی بگذارن. میفرماد تا 14 سال زحمت بکش برای تربیت بچت از 7 سالگی. 7 سال اول هم که محبت کردی یا علی آفرین، بعد از 14 سال بچت بیدین شد یا متدین شد به تو ربطی نداره، ولش کن. امام صادق علیه السلام اینو به هر پدر مادری میگی نمیپذیره. نمیشه که خدا فهم باقا من دارم امتحانش میکنم. البته خیلی از پدر مادرها تو اون 7 سال نواقص جدی دارن تو تربیت فرزندشون، میخوان 14 سال به بعد جبران کنن، که اونم باید با مراعات دستگاه امتحان باشه. یه نظام تربیتی دیگه ای با آدم میده، یه نظام تربیتی دیگه ای با آدم میده. آقا من میخوام آدم ها درست بشن، ولی با عبور از دستگاه امتحان. چه کسی اجازه داره چقدر دخالت کنه تو زندگی دیگران؟